دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید به آریو برزن جدال گوگمل دو سپاه از هر طرف پس از اینکه سفارایی کرده و آماده نبرد شدن از جای خود به حرکت درآمده به مقابله هم روانه شده زمین زیر سم اسبان و مردان جنگی به تپش افتاده بود و حیاهو و شیهه اسبان دو سپاه هر لحظه به هم نزدیک تر می شده سپاه داریوش از جلگه به حرکت درآمد و مانند دریایی مواج به طرف سپاه اسکندر مثل سیلی خروشید سپاه اسکندر هم از سهه به سوی جلگه سرازیر شد چنانکه سیلی خروشان از سر کوه روان شد سپاه ایران و مقدونیه پس از مدتی به هم رسیدن و در مقابل هم ایستادند دلها در میان سینه به تپش و استراب افتاده بود و سرنوشت دو امپراتوری با شمشیرها و نیزه های جنگاوران رقم میخورد. آن روز قرار بود این نبرد سرنوشت را رقم بزند. روز انتخاب بود که اسکندر به پادشاهی نورسیده خود قوام بخشد و یا داریوش وارث قرنها پادشاهی بر تخت باقی بماند. آن روز روز انتخاب زمان بود. سپاهیان متخاسم در برابر هم ایستاده ان و خروش تبلوشی و شیپور و کرنای برخاست از هر دو سپاه نعره ای جنگی برآمد که دل زمان و زمین را شکافت و فریادها در کوه و دشتهای فراغ تنین انداخت و به آسمان برخاست عرابه های داستار ایرانی حمله را آغاز کردند و خود را به میان سپاهیان اسکندر زدند. عرابه ها به تندی در میان آنها دویدن و فریاد وحشت و حراس از سپاهیان اسکندر برخاست. مازه که در مراحل قبلی کلی به سر داریوش نزده بود این بار نیز در رأس سوار نظام ایران به صف مقدونی ها حمله کرد. صبح یکی از روزهای پاییزی سال 331 قبل از میلاد بود. هوای خزانی ملایم و زیبایی بود با آفتابی که بر پهنه جلگ تابیده بود. در واقع زمین و زمان جان میداد برای یک زندگی در صلح و صفا و آرامش ولی باز این موجود دو پا بر سر قدرت و نام و آوازه به رقابت برخواسته بود و بر این اساس همه سکوت و آرامش پاییزی را به هم ریخته بود هر سال در چنان روزهایی برزگران با های خود که بر گاوهای نرمی بستن زمینهای کشاورزی را شخ میزدند در هنگام کار در کیسارها آوازهای عاشقانه میخواندند و زمانی که در سایه درختان برای استراحت میقنودند دم خود را به شراب ارغوانی خوش میکردند آن دشت هر سال شاهد جشنهای باشکوه مهرگان بود جشنی که به خاطر محصولات فراوان برگزار می کردن و برزگران از برداشت محصول خود شاد بودند و جشن مهرگان را در کنار هم در برابر محصولات و نعمتهای فراوان خدادادی به شادی و سرور می پرداختند. ولی در آن صبح پاییزی سکوت دلپذیر و زیبای جلگه با نعره های سپاهیان از هر دو طرف شکافته شد مقدونی ها پس از نعره ها و خروش به جلگ حمله ور شدن و دو سپاه با شمشیرهای آخده و نیزه های دلدوز به استقبال هم آمدن عرابه های داستار به طرف مقدونیان حمله بردن فریاد خروش از مردان اسکندر به آسمان برخاست ولی بعد از مدتی مقدونیان خود را بازیافتند و همچنان که اسکندر گفته بود دم سپرهایشان را تنگ هم قرار دادند و نیزه هایشان را به سپرها زدند. از برخورد نیزه ها و سپرهای فلزی صدایی در هم و بحشت بار برخواست. از پا پس از آنکه به سپاهیان نزدیک شدن از صدای برخورد بلند و مداوم نیزه ها و سپرها به حراس افتادن و برگشتن و به سرعت دویده در صفوف ایرانیان افتادند. صدای نیزه ها که هزاران سرباز مقدونی در سپرهایشان میکوبید فضای میدان نبرد را پر کرده بود. از پا سرشان را بالا گرفته بودند و حراسان به هر سوی می سربازان ایرانی که مسئول هدایت از پا بودند در تلاش بودند تا از پا را مستقیم به طرف صف مقدونیان هدایت کنند. ولی از پا پاهای خود را بر زمین می و شیه می و حراسان به هر سوی می در آن میان یکی از, از پا که داسهای تیزی بر چرخهای عرابه اش وصل بود به طرف عقب برگشت دستهایش را بالا برد و به زمین کوبید و به میان صفوف ایرانیان حمله ور شد سربازان فریاد کنان به اطراف پراکنده شدند و اسبهای دیگر نیز پشت سر آن اسب به عقب بازگشتند ایرانیان که منتظر چنان برگشتی نبودند وحشت زده و قافلگیرانه به هر سوی دویدند صفهایشان به هم خورد و به عقب بازگشتند و هر کسی به فکر نجات جان خود از دم تیغهای برندهٔ ها بود هر در میان سپاه رخ کرد و تا سربازان دوباره خود را بازیابن از پا به صفوفشان زد و کشداری خونین به راه افتاد. اده ای از اسپا نیست که توانسته بودن صفوف مقدونیان را باز کنند وارد صفحه آنها شده به کشدار در صفه مقدونیان پرداختند. از آنجا که از نیز وحشت زده بودند چرا که برخورد هزاران نیزه با سپرهای فلزی آنها را رم داده بود حراسان و همانند طوفان به میان صفوف خودی و دشمن زده بودند. داسهای تیز عرابه ها همچنان که از پا به سرعت خود را به این طرف و آن طرف میرساندند در میان سربازان می بارید و می دارید. سر و دستها و پاهای سپاهیان را درو کرد. چون برزگرانی که در فصل خزان کیشزارهای طلایی را درو کنند حال نیز به دولتی سر این موجود دو پا کیشزارها را به آتش کشیده ویران کرده بودند داسهای تیز عرابه ها ای را از کمر قطع می کرد ای را از پا و هر جای بدنشان که در معرض داسها قرار میگرفت گرفت بیدرنگ بریده و قطع می شد و بر زمین می افتاد. چه پاهایی که پس از قطع شدن از کمر مدتی همچنان سر پا ایستاده به حرکت در می آمدن. بدنهای نیمه ای که قطع شده بودند و با چشمانی از هدقه درآمده پاهای خود را دورتر از خود می دیدن. همچنان سر پا ایستاده و خود زیر سوم پا و حمله سپاهیان له و لورده می شدن. برش این داست ها چونان سری بود که وقتی سرهای سپاهیان بر زمین می افتاد چشمای آنان باز بود و با چشم باز به اطراف می نگریستن. این حمله ابتدایی بسیار وحشت و خونین بود. از پای رم کرده با عرابه های خود که برداشته بودند و به هر طرف می دریایی از خون به راه انداخته بودند. از پای داستار همه آرایش نظامی دو سپاه را برهم زدن و بیشتر از همه به میان صفوف ایرانیان دویده سیل خون به راه انداخته بودند. سرهای بریده در زیر سوم از پا با چشمانی از هدقه درآمده چون گوهای چوگان میمانست و بدنهایی که از کمر به پایین بریده شده بودند با فریادهای جگر خراش زیر سوم از پا و مردان جنگی جان می سپردند. آفتاب میتابید و جنگ همچنان ادامه داشت دو سپاه به قدری به هم نزدیک شدند که تیراندازان و فلاخونداران اسلحه های خود را به کار برده بودند و میرفت که جنگ تن به تن در بگیرد در این مرحله نبردی سخت و خونین بین سواران نظام جناه راست مقدونی و سوار نظام جناه چپ ایرانی تحت فرماندهی داریوش شروع شد همراه داریوش هزار نفر سوار ممتاز و رشید بودند همگی از نزدیکان داریوش به شمار می رفتن و آنها حاضر شده بودند در این روز مردانگی و مهر و محبتشان را به داریوش نشان دهند. این دسته مونتا سینه ها را در مقابل تگرگ تیر که به سمت داریوش میبارید سپر کرده می جنگیدن. در گرم و گرم نبرد که خیشان داریوش سینه سپر کرده بودند و میجنگیدند آنان نیز به همراه آنها با نهایت تلاش میجنگیدند و بلندی قامت و دلاوری آنها نظرها را به سوی خود جلب کرده بود دسته نگهبانان شاهی و بهترین جنگهای هندی به کمک اینها آمدند تمام این سپاهیان فریاد جنگی برآورده به مقدونیان حمله بردند از جهت فزونی عده مقدونی ها را تحت فشار قرار دادن و مقدونی ها که دیگر راه بازگشتی نداشتند با نهایت تلاش می جنگیدن. مازه در ابتدای نبرد با سوار نظام خود مقدونی ها را هدف باران بیامان تیر قرار داد و تلفات زیادی به آنان وارد آورد. بعد از او دسته ای از سوار نظام ممتاز که مرکب از دو هزار نفر کادوسی و هزار نفر سکایی بود جدا کرده به آنها دستور داد. از جناه چپ دشمن دور زده به اردوگاه مقدونی ها حمله کرده بار و آنها را تصرف کنند فرمان ماز بیدرنگ توسط سپاهیان زیر فرمانش اجرا شد سکاها که به تیزی و تندی در سوارکاری و قارت معروف بودند، مانند سائق بر اردوی اسکندر فرود آمده با روبنه مقدونی ها را غارت کردند. این حادثه باعث اختلال در اردوی مقدونیه شد عده ای از اسرائی را که در آنجا بودند با دیدن سکاها دل و جرأت گرفته به امید رهایی به کمک ایرانی ها آمدند ولی سیسیگامیس مادر داریوش که جزو اسرا بود از جا حرکت نکرد علت بی حرکت ماندن مادر داریوش چه بود آیا از این جهت بود که به تلون اقبال اطمینان نداشت چرا که روزگار بازی های رنگارنگی در آسینش داشت یا حق شناسی واقعی او نسبت به اسکندر از مساعدتش با سکاها مانع گردید. سکاها قسمتی از بارو بنی مقدونی ها را قارت کرده بودند و به نزد مازه بردند تا او را از پیروزی خود آگاه سازند. از طرف دیگر در این احوال سوار نظام ایران که از طرف داریوش بود مقدونی ها را سخت در فشار گذارده مجبور کرد تا فرار کنند. این موفقیت دوم ایرانی ها بود اسکندر وقتی این وضع را چنین دید خواست در اینجا نیز همان کار را کند که در ایسوس کرده بود به دنبال این سعی کرد با حمله به داریوش روحیه و صفوف و نظم ایرانیان را از هم بپاشاند بنابراین در رأس دستی سوار نظام پادشاهی که بر سایر های سوار نظام امتیاز داشت به سوی داریوش حمله کرد شاه ایران این حمله را تحمل کرد و از بالای گردونی خود زوبینهایی به طرف حمله کنندگان انداخت مردان زیادی نیز در اطراف او می و سرسختانه از پادشاهشان دفاع می کردن. سپس داریوش و اسکندر در برابر دیدگان سپاهیانشان به استقبال یکدیگر شتافتند اسکندر زوبینی به طرف داریوش انداخت ولی این ضربت به داریوش اصابت نکرد در عوض به گردونه ران او اصابت کرد و مرد گردون ران را سر نگون ساخت زمانی که گردون ران داریوش برخاک افتاد از افتادن او هم همه ای در میان سپاه پیچید و خروش و قوقا در میان محافظان داریوش برخاست. صدای شیون از ادعی به آسمان بلند شد زیرا مقدونی ها و پارسی ها چونین پنداشتن که آن ضربت بر داریوش اصابت کرده بر اثر آن مقدونیان فریاد شادی برآوردن و اطرافیان داریوش شیون و قوقا به پای کردند در این گیر و دار بود که سربازانی که یقین حاصل کردند ضربت به داریوش اصابت کرده یک خود را باختند و پا به فرار گذاشتند زیرا برای آن حال لشکر بدون شاه هیچ ارزشی نداشت و زمانی که شاه از میان میرفت لشکر بدون سر و سرور میشد با فرار سربازان داریوش سایر سربازان نیز صفوف جنگی خود را به هم زدند سربازان داریوش پا به فرار گذاشتند و داریوش وقتی دید که یک طرف او از محافظان و مدافعانش خالی شده خوف و حراس بر وی مستولی شده و او نیز پا به فرار گذاشت آن حرکت چون مرض مصری به همه ارکان سپاه ایران سرایت کرد سپاه ایران رو به هزیمت گذاشت و سوار نظام اسکندر با مشاهده اوزا به تعقیب آنها پرداختند در میدان نبرد گرد و غبار به آسمان برخاست چونان که روی خورشید تیره گشت و هوا به غبار نشست. ابر و غبار سیاه به قدری انبوه شد که نمیشد تشخیص داد داریوش به کدام این سمت فرار کرده. در این گیرودار بود مازه که از فرار داریوش خبر نداشت و جناه راست ایرانیان را فرمان میداد با سوار نظام خود به جناه چپ مقدونی ها حمله کرد هرچند پارمنیان در رأس سوار نظام تسالی و رفقای خود در برابر مازه مقاومت کرد ولی با وجود شجاعتی که سوار نظام او از خود بروز داد مازه مقدونی ها را سخت در فشار قرار داد بر اثر این فشار کشتارهای مهیبی در گرفت زمانی که پارمنیون دید از عهده سپاه مازه بر نمی آید و چیزی نمانده از که شکست بخورد کسی نزد اسکندر فرستاد پیغام داد که اسکندر اگر می تواند به کمکش بیاید و گرنش شکستش حتمی است این خبر وقتی به اسکندر رسید که او در تعقیب داریوش از دشت نبرد خیلی دور شده بود با وجود این اسکندر فورا دستور داد که سوار نظامش بیستند و در این موقع خشم و غضب او را حدی نبود زیرا میدید فتی را که به چنگ آورده از دست میدهد ولی در این احوال باز اقبال به طرف اسکندر آمد مازه که با نیروی تمام میجنگید به او خبر رسید که داریوش شکست خورده و پا به فرار گذاشته این خبر با وجود موفقیتی که میرفت به دست آورد بازوانه او را سوس کرد و بر اثر آن از فشار او به مقدونی ها که در حال اختلال بودن کاسته شد پارمنیون از این سستی در ابتدا تعجب کرد ولی بعد بیدرنگ موقعیت را دریافت و از آن استفاده کرد و سوار نظام تسالی را به نزد خود طلبید و به آنها گفت ببینید این مردان که ما را سخت در فشار گذارده بودند چگونه عقب می چرا ایستاده اید و آیا از عهده اشخاصی هم که میخواهند فرار کنند بر نمی آید؟ به پیش و حمله کنید که پیروزی با پای خود به سراغمان آمده به پیش تازید که این بار نیز اقبال بلند اسکندر کار خود را کرده است حمله کنید تا بازماندگان سپاه داریوش را نیز در هم کوبیم سوار نظام اتصالی این سخنان را عین حقیقت تلقی کردند و دل و جرأت یافته به سوار نظام مازه سخت حمله کردند مازه که با شنیدن فرار پادشاه به سختی خود را باخته بود عقب نشست پس از آن عقب نشینی او هم مبدل به فرار شد ولی چون سردار مقدونی از دلیل سوسی مازه خبر نداشت برای تعقیب فراریان نمی کوشید. بنابراین مازه فرصت یافت از دجله گذشته و با باقی مانده سپاه خود مستقیما به طرف بابل برود و به شهر مزبور برسد. شخصی را که پارمنیون به دنبال اسکندر فرستاده بود زمانی که برگشت گفت اسکندر به تعقیب داریوش رفته بود او را نیافتم این خبر باعث قوت قلب سردار پارمنیون شد و او سرداران تسالی را جمع کرد و حملاتش شدید کرد به همین خاطر بر مازه که از همان خبر سوز شده بود غالب آمد طولی نکشید که از همه میدان تمام سپاهیان ایران رو به هزیمت گذاشتند خبر فرار داریوش مانند خونی در رگهای سپاه اسکندر دوید و در عوض ایرانیان را مانند داروی بیهوشی که خورده باشند به سستی و رخوت نشاند سپاه رو به فرار نهاد در حالی که مقدونیان نیرو گرفته در تعقیب آنها به چالاکی میتاختند نزدیک ظهر بود میدان و صفوف منظم سپاهیان به هم ریخته بود قسمت عمده سپاهیان ایران به دنبال داریوش رو به فرار نهاده بودند عده زیادی از فراریان به دست تعقیب کنندگان مقدونی کشته شدند و عده اینی زخمی و خونین در میدان نبرد افتاده بودند و زیر پاهای اسبان و سپاهیان مانده بودند. چنانکه که مورخین اسکندر نوشته ان گرد و غبار زیاد میدان نبرد مانع از آن شده بود تا او بتواند مسیر حرکت داریوش را ببیند. فقط گاهی صدای شلاق گردون آگاهی میداد که داریوش نزدیک است. بدین منوال داریوش داخ و رود لیکوس رسید و پس از عبور خواست که پل را براندازد تا مقدونی ها نتوانند از رود عبور کنند ولی بعد از قدری تعمل دید اگر چنین کند عده زیادی از فراریان سپاه خودش نخواهند توانست که از رود بگذرند داریوش از خراب کردن پل صرف نظر کرد و به سوی اربیل شتاف و شبانه به اربیل وارد شد داریوش وقتی که میخواست از میدان نبرد بگریزد سوار بر گردونه بود ولی کشته شدگان و زخمیانی که روی زمین افتاده بودند به قدری بود که او نتوانست در میان آنها از پای گردونه را بدواند بنابراین از گردونه به زیر آمد و سوار بر اسب شد و به از میدان بیرون رفت و خود را با عده از همراهانش به اربیل رسانید اسکندر که در تعقیب داریوش بود وقتی به پل رسید نخواست که دیگر مقدونی ها فراریان را تعقیب کند در اینجا بود که قاصد پارمنیون به اسکندر رسید و پیغام او را رسانید اسکندر از شدت نگرانی تعقیب دشمن را دیگر کاری بیهوده تلقی می کرد بنابراین رو کرد به مقدونی ها و گفت امروز شما خسته شده اید و اسلحه شما کند شده چیزی هم به شب نمانده است وقت است که برگردیم یکی از سرداران اسکندر گفت ولی اسکندر این همه تاخت ایم داریوش در چنگ ماست اسکندر لبخند پیروزمندان ایزد و جواب داد او دیگر نمیتواند تواند قطر راست کند او همه سپاهیانش را آورده بود سپاهیان مقدونی که همراه اسکندر آمده بودند به راه برگشت افتادند و اینان اسبا را به طرف عقب گرداندند اما هنوز مقدار کمی راه رفته بودند که قاصد دیگری رسید و از طرف پارمنیون خبر آورد که سباه پارمنیون فاتح شده اسکندر و همراهانش از این خبر شاد شدند و تا حدی خستگی نبرد از سنشان بیرون رفت در حین بازگشت به دسته ای از سوار نظام ایران برخورد کردند که در ابتدا همین که مقدونی ها را دیدن ایستادند ولی بعد به آنها حمله کرده و در اینجا جدال سختی در گرفت مدتی جنگیدن و از هر دو طرف کشته هایی بر زمین افتاد سپس همین که سیاهی شب همه جا را فرا گرفت و دشت تاریک شد این دسته از تاریکی شب استفاده کرد و عقب نشست اسکندر همین که از پیروزی پارمنیون مطمئن شد باز به تعقیب داریوش پرداخت و در کنار رود لیکوس به همراهان خود دستور داد تا استراحت کنند بعد از استراحتی مختصر باز نصف شب روانه شد و روز دیگر به اربیل رسید دانست که داریوش در آنجا نیز نمانده پس برگشت و زمانی به اردوی خود رسید که پارمنیون پیروز شده و به قارت اردوی داریوش پرداخته است غروب دشت گوگمل چشمانش را به سختی گشود و شعاع تند آفتاب همانند نیزه های داغ و تیز چشمانش را سوزاند و او مجبور شد که باز هم چشمانش را ببندد آفتاب از میانه آسمان به سوی مغرب روان شده بود مهرداد تقلایی کرد و نمیتوانست حرکت کند سعی کرد که برخی زد و روی پاهایش بیستد و موقعیت خود را دریابد و ببیند که او کجاست میخواست ببیند که در کدام قسمت از آن دشت وسیع و در کدام قسمت میدان نبرد به خاک افتاده بود مهرداد تکانی به بدن خود داد دردی شدید تا مغز استخوانهایش دوید او باز گردنش را که اندکی بالا آورده بود خم کرد و سرش را روی بستر خاک و خاشاک نهاد سرش بر بوت خاری بود و سوزش خارها در گوش و گردنش حس می شد و ولی یارای حرکت نداشت او نمی دانست چه بلایی بر سرش آمده چشمانش را از حرارت و درخشش شدید خورشید نمی توانست باز کند او خواست پاهایش را به طرف شکمش جمع کند و به این طریق حد اقل به طرف دیگر برگردد تا از تابش مستقیم آفتاب در امان باشد مهرداد به آن طریقی مدتی دستش را مقابل چشمانش گرفت دست دیگر از زیر جسمی سنگین مانده بود او هرچه تلاش میکرد کرد نمی توانست دستش را از زیر آن جسم سنگین بیرون بیاورد دردی نفسگیر در همه وجودش میپیچید و او را به ناله و فقان میآورد. گرچه گلویش خشک بود و هرچه فریاد میکشید صدایی از هنجره اش بیرون نمی آمد ولی همه وجودش پر از ناله بود مهرداد در شگفت بود که چرا با آن همه زور و بازو و توانش آنقدر عاجز شده که حتی نمیتواند دست خود را از زیر بدن سربازی زخمی بیرون بیاورد او چنان بیرمق و ناتوان شده بود که دیگر هیچ تلاشی از او به سمر نمیرسید. رسید. با همه اینها مهرداد باز هم تلاش کرد دست راستش را سشتا که حایل میان آفتاب و چشمانش بود به یاری آورد و به سختی به روی پهلو برگشت پیکر بیجان آن سرباز چنان سنگین بود که مهرداد با خود فکر می کرد هرگز قادر به انجام این کار نخواهد شد که دستش را از زیر پیکر او بیرون بیاورد مهرداد که به پهلو برگشته بود سرش را با هزار زحمت بالا آورد در آن حال توانست نگاهی به وضعیت بدنش کند خواست پاهایش را به طرف شکمش جمع کند تا بلکه به راحتی بتواند از زمین برخیزد وقتی مرداد گردنش را کمی بالا برد تا زانوانش را نیز جمع کند و برخیزد ناگهان با صحنه ای روبرو شد که با دیدن آن نزدیک بود چشمانش از حدقه بیرون بزند فریادی از سر درد زد و احساس کرد که با آن فریاد گلویش تا ناف پاره شده مهرداد همچنان که داشت چشمانش را از گزش زوبینه های تند و سوزان آفتاب میبست به درد ای کرد. رفته رفته داشت همه چیز یادش می‌آمد. مهرداد چشمانش را بست و آفتاب با حرارت و بیرحمیه تمام میتابید همه چیز رفته رفته به یاد مهرداد می‌آمد. همه ی آن روز از صبح تا زمانی که مهرداد دیگر چیزی نفهمیده بود. او در صف اول بود او جزو سواران نظام سپاه داریوش بود مهرداد چشمانش تیره و تار میدید بادخس و خاشاک دش را بر سر و صورت کشته شدگان و زخمیان میریخت صدای بال زدن کرکس ها و صدای خاص و چندشاوری که از گلوی خود بیرون می آوردن آنندک امید به زندگی را که در دل مهرداد بود از او می ستند. صدا می آمد صدای مبهم حرف زدن آدم ها. مهداد صدای موجودات دو را میشنید که در میان کشته شدگان میگشتند چشمش را به زور باز کرد مردان مقدونی بودن آنها داشتن کشته شدگان خود را شناسایی کرده از میدان به در می گاهی نیست که به زخمیان خود می رسیدن آنها را در میان پلاسی گذاشته سه چهار نفری می بردن و روی عرابه هایی که برای این کار آورده بودن میگذاشتند کشته شدگان و زخمیان مقدونی دستشین شدند و بر روی عرابه ها حمل شدند. هیاهوی عجیبی در میدان برخواسته بود صدای مردان مقدونی که به زبان دیگری سخن میگفتند زبانی که مهرداد سر در نمی آورد و صدای چرخش های زمخت عرابه ها که با قیش گوشخراشی گوش خراشی بر روی زمین در حرکت بودند. باد هر لحظه شدت میگرفت خورشید چهره در نقاب تیره یه شب میکشید و کرکس ها با تاریک شدن هوا جریتر و جسورتر می شدن. عربه های مقدونیان که حامل زخمیان و کشته شدگان مقدونی بودند به راه افتادن از میدان بیرون رفته بودند. آنها به طرف خیمه هایی پراکنده شده بودند که چشمان بیفروغ مهداد می توانست به سختی تشخیص دهد. مرداد از تصور اینکه در آن میدان خواهد ماند و مرگ به تدریج همه وجودش را تسخیر می کند دیوانه چشمانش را گشود خاص فریادی بزند و اش اشیاری نکرد زبانش چنان در دهان خشکیده و سخت شده بود که حتی نتوانست آن را به حرکت درآورد لبهایش چنان چرمز و مخت و خشن و خشک بود باز با ناامیدی و درسرش را بر روی خاک زمین فشار داد بدنش از صدای جیرجیر جیر و سکوت مانند کرکس ها مرمور می شد کرکس ها بالای سر او بر سر لاشه اصل در جدال بودند آنها هم دیگران نوک می زدن و جیرجیر میکردند، باد هر لحظه شدت می گرفت و سرمایه دشت بیشتر می شد صدای مشمعز کننده کرکس ها و جیرجیرشان بیشتر شده بود مهرداد چشمانش را گشود اولین چیزی که به چشمش خورد چنگال های تیز و سیاه و سخت کرکسی بود که بر بالای سرش به جولان در آمده بود بالهای کرکس درست روی پی کرش بود به طوری که حرکت بالهای کرکس را که به سرعت و قوت بال میزد و بادی تولید میکرد بر سر و صورتش حس می کرد چشمان مهرداد پر از خاک شده بود و چنگال های کرکس به اون نزدیک میشد. او هرچه توان داشت در بازوان زخمیت جمع کرده بود و داشت کرکس را از خود میران کرکس می نشست و بر می خواست و مهداد دستهایش را بالا برد کرکس برخواست و چرخی زد و باز فرود آمد انگار در همه میدان به آن بزرگی تنها او را نشان کرده بود انگار اون نیز مانند مقدونیان با جوان سپاهی پارسی سر ستیز و جدال داشت کرکس دست بردار نبود بالا میرفت و پایین می آمد مرداد فریادی کشید و کرکس بلند شد و دورتر رفت ولی همچنان بالای سر او در پرواز بود و ناگهان به تندی فرود آمد و منقار تیزش را بر شانه خونین او کوبید مرداد فریادی جگر خراش کشید و حرکتی به بدن زخمی داد دردی جانکاه از زانوان بریده اش تیر کشید تا قلبش هجوم برد کرکس بر پاهای بریده او منقار زد و لحظاتی بعد مهرداد از هوش رفت دشتگوی من صفر ای گسترده را میمان که کفتارها و کرکسها بران سورچرانی میکردند. این صفره بی دریق را جهانگوشای جوان مقدونی اسکندر گسترده بود او نه جهانگوشا که میزبان کرکسها و کفتارها شده بود میزبانی که گوشت تن انسانها را با نهایت دست و دلبازی بر سفره پهناور دشریخته و در فراخانی همگانی چرندگان و لاشخوران وحشی را به مهمانی خانده بود دنیای کتاب صوتی